دردانه عزیزم، ایام غریبی است. سخت ترین لحظه های زندگیم را می گذرانم. همیشه نوشتم، یا به ضرورت یا به دل، اما این بار تفاوت دارد. شرح احوال است، احوال شخصی. کلمات زندان احساسند. زندانی همیشه در پشت میله ها به رنجوری می افتد. تاریخ چگونه قضاوت خواهد کرد؟ قدرت یا ضعف؟ من هیچی جز اعتلای ایران، اونم ایران اسلامی و سعادت مردم ایران، الان چیزی برای من مطرح نیست. هیچی خداوند به قلب چشمهای مردم من مهربان، به دلهایشون سرشار از یقین است. به راستی ارزش اون را دارند که نامشون بر بلندترین قله ارزش‌های بشری حک شود. ایمان داشتن و باور کردن مردم بزرگترین پشتوانه تو خواهد بود. پس چرا تردید؟ خود را از این تردید رها کن. صدایت می کند در لحن و کلامشون، آهنگی است که رهایت نمی کند. دیروز یکی می گفت تدبیر می خواهیم و عقل، دیگری با لحنی هراس‌آلود می گفت انصاف می خواهیم. همین جمانی هم اون گوشه نشسته بود و هیچ نمی گفت. می شد در دریای چشمانش امواج بیشمار خواسته های به حق را دید. این روزها انگار وزن کلمات را جور دیگری احساس می کنم. انگار مردم آهنگ کلمات را جور دیگری ادا می کنند. دیروز مردی با شهامت برخاست و گفت آقای هاشمی، میدانی اداره کردن ایران یعنی چی؟ زنگ صدایش بی‌رعشه بود، به صادق، گویی به نمایندگی از چند هزار سال تاریخ این مرز و بوم سخن میگفت. او گفت و گفت و بسیار گفت، جوری میگفت که من کلامش را میدیدم. گاهی احساس سنگدلی میکنم که چرا خواست این همه انسان ها نمی تواند دلم را با عقل ها همراه. تیر ماه پارسال بازدیدی بود از یک کارخانه. مهندس جوانی با شور و شوق همه چیز را توضیح می داد. یک بار گفت آقای هاشمی، شما اهل موسیقی هم هستید؟ تعجب کردم، گفتم کم. گفت چرا هستید؟ گوشتون را بیاورید. او گوش خود را نزدیک دستگاه برد. من هم همین کار را کردم. گفت میشنوید؟ گفتم چی را؟ گفت موسیقی. ما در این کارخانه اسمش را گذاشته ایم سمفونی زندگی. و زندگی را با چنان لبخندی و همراه با برقی در چشمهایش گفت که غبطه خوردم. راست میگفت. ظلم است، ظلم بزرگی است اگر به فردای این کشور فکر نکنیم. فردا ممکن است ما نباشیم، ولی فرزندانمون که هستند، آینده که هست، ایران که هست. ستونهای فردا را باید امروز بنا کنیم. فردا دنیا شتابی دارد که باید آهنگ اون را از امروز شروع کنیم. تردیدها رهایم نمی کند. چه کنم؟ آخر همیشه آرزو و امید داشتم در زمان حیاتم ببینم که دستهایی تواناتر این امانت را از ما تحویل بگیرند.
و ما بنشینیم و ببینیم و خدا را و مردم را شکر کنیم. اما تردید دارم که با این وضع این آرزو و عمل میرسد. لحظه ها سخت شد. با خودم میگویم تو در لحظه های سخت و دشوار بسیاری بوده ای، چرا این بار خود چنین سخت و دشوار شده ای؟ نکند تحملت کم شده، طاقت درگیری نداری، به موانع فکر میکنی، به نامهربانی ها، به جفاها، به تلخی ها. خب بله، همه اینها هست و بسیاری چیزهای دیگر. دوباره فکر کن، چیزی را جا نینداختی؟ چرا؟ خدا را صبر و تحمل. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. معمولا بر سر هر انتخاب یک دوراهی سهمگین است، خود یا خدا. چه امتحان سخت و دشواری است. شیطان بر سر این دوراهی چه ها که نمی کند. اگر شیطان بر دروازه دل و گوش و چشم تو نشست، خود را و خواسته خود را خدا میبینی. آبرو کجا می آید؟ کجا می ریزد؟ می شود کاری کرد بیان که با همه ریختن اون باشد؟ بعضی حرف ها را تنها با تو می توان زد. خدایا من متاعی جز آبرو ندارم و عزیزتر از اون دیگر هیچ. من با عزیزترین عزیزم به میدان آمدم. خدایا تو بر ما منت اسلام نهادی، از تو میخواهم به ما منت فهم درست اون را نیز عطا کنی، تا بتوانیم پیرایه جهل و دوگم اندیشی از اون بزداییم، تا بتوانیم محبت و رأفت پیام تو و رسولت را دریابیم. خدایا دشمن به کفر و دوست به جهل میکوشند تا شیرینی شفای دین تو را به تلخی بدل سازند و پیرایه بر پیرایه میبندند تا مردم را از دین تو گریزان سازند. خدایا تو بر ما دین و دنیا عرضه کردی و گفتی دنیایتون را هم در دین ببینید. چه تلخ است دیدن کسانی که دنیا می نهند و دین نمی یابند، و چه تلختر کسانی که دین به دنیا می فروشند، و چه هولناکتر کسانی که دین به دنیا را یک سره می نهند و در برزخ تاریک قهر با خدا لانه می کنند. به تو پناه می برم. معیشت مردم، خواسته اهل دین، خواسته روشنفکران، تراز زندگی جدید، حفظ سنت ها، توسعه، عدالت، فقر، واژه‌ای که از اون بیزارم. می شود پلی شد میان همه اینها، می شود پلی شد میان ارزش ها و دنیای جدید، می شود پلی شد میان اصول و عمل، می شود پلی شد میان عدالت و توسعه. خب می دونیم که ما همه هم مخالفیم. همه نه. نه خانواده. چرا من هم مخالفم؟ ما مخالفه، مهدی مخالفه، من مخالفه. تو مخالفه تو داره. تو زندگی شما مامان جون سختی ها رو میشه. ولی بابا این دفعه یه فرقی با دفعه پیش داره. این دفعه خیلی باشم ناجوان مردان برخورد کردن توی مدت چند سال. این روزها بچه ها مراعات مرا می کنند. این را از رفتار و گفتارشون می شود فهمید.
و از چشمانشون. دیروز فاطمه مرا میپایید، فهمیدم صدای او بیتابم میکنه. خدایا من در مقابل گریه دیگران ناتوان. من پیش میکنم که مسئله رو بیش قدرت احساسی میکنم. شرایط تقریبا مشخصه با نظرسنجی هایی که الان انجام شده. میدانم حرفای اونها چیست. روز جمعه محسن نشست همه را گفت، خبر داد که میخواهند این بار هم حرمت شکنی کنند. نگران بود، گفت چند دستگی ها بالا گرفته، هر کس حرفی دارد. گفت شما اگر بیایید با این همه تفرقه و تشتت چه میخواهید بکنید؟ گفتم به همین دلیل شاید بیایم. گفت مردم اوضاع را رصد میکنند و تصمیم گیری برایشون دشوار شده. حالش را درک میکنم، ولی میداند که آدمی از آن خیشتن نیست. من هم خاطره ملاقات با امام در روزهای بسیار دور را برایش گفتم، درست مثل روزی که هم سن و سال او بودم که خدمت امام رفتیم. بعضی ها از این جنس حرف ها زدند و ایشون گفتند همین هاست که وظیفه ما را سنگین میکند. مهدی این روزها زیاد خانه ما می آید، وقتی خبرها را می گوید زیر چشمی مرا می پاید، مثل این که می خواهد تأثیر اون را در من پیدا کند. سه‌شنبه دیر وقت بود، من داشتم یادداشت‌هایم را تنظیم می کردم. پشت سرم ایستاده بود، گفتم کاری داری؟ بغض کرد و گفت نه. گفتم خبری شده؟ رویش را برگردند و رفت. از مادرشون پرسیدم مهدی طوریش شده؟ برگشت و گفت نه، این روزها کارش زیاد شده. خیلی ها با او مراجعه می کنند، شاید بفهمند بالاخره چه خواهد شد. خانم های ایرانی در خانواده واقعا حکم یک تکیه‌گاه محکم را دارند. در لحظه های خطر و سختی آرامش و وقاری دارند. زنان این دیار دریا دارند. نتونستم بفهم، هنوز تردید دارم. بله من که راضی میشم. دیروز همسرم هیچ نگفت، او با یک حس فطری دریافته در کشاکش طوفان چنین تصمیم بزرگی باید همه ی حواسم خلاص و رها باشد. اگر اینجوری چرا شما راضی نمیشید؟ من میگم خیلی گرفتاری داری انتخابات، نه انتخابات، بعد از انتخابات. بالاخره اگر ما برای مملکت انقلاب کار نکنیم، او فقط مراقب است و نگران. او می داند من از آن خود نیستم. امروز گویا حس غریبی و او می گوید باید حرف آخر را بزند. سختی های این سال ها رد و بدل کردن کلمات را میان ما آسان کرد. اندیشمندان و صاحبان قلم و هنرمندان آینه های احوال مردم هند. آینه ها در بیغباری آینه هند، هر چه شفافتر زیباتر. این چه غباریست که از کشاکش ایام بر دل و جان ما نشسته؟ کاش می شد این غبار را یک بار دیگر شست تا زلال تر هم دیگر را ببینیم.
خبرنگاری دیروز پرسید آقای هاشمی بالاخره چه کار میکنید؟ نگاهش کردم، چشمانش را به زیر انداخت. گفتم میدانم سخت است، ولی معمولا از کارهای سخت استقبال کردم. گفت اگر این را بلند بگویید مردم میفهمند. گفتم میدانم، مردم خوب میفهمند، خیلی خوب، و این کار را سخت تر میکند. گفت این بار باید میثاق ببندید. میثاق. زنگ صدایش در تالار پیچید. که فکر میکنیم باید جواب بگیریم. خدایا مردم خستند، خسته از این همه نزاع، خسته از این همه نزاع کم حاصل و یا بی حاصل. اگر اینها میخواهند ترجمان حرف مردم باشند، که حرف مردم روشن است، چرا تحمل همه کم شده؟ چرا نمیگذاریم حرفها به عمل درآید؟ چرا نیتها را به سنگ تهمت میزنیم؟ ایرانی مسلمان که نباید این باشد. روزی در جمع یاران به بهشتی گفتم این تهمت‌های تلخ آزارت نمی‌دهد. نگاهم کرد و گفت این آسیاب به نوبت است، نوبت تو هم خواهد رسید. چقدر این روزها بی شما سخت می‌گذرد دوستان. من تا نیمه راه آمدم، مشیت این بود که بمانم تا نوبت به من برسد، تا در سنگ زیر و بالای آسیاب صدای شکستنهای خود را بشنوم و بچشم. دلم که میگیرد گاهی یاد امام آرامم می به چشمهایش که هنوز هزار حرف نگفته دارد. زنده باشه توپ، فریدون زنده، سانتو روی دروازه، یک زنده سر و به شروع رویایی برای تیم ایران در نیمه دوم. چه آسان میتوان بر لبان این مردم شریف لبخند شادی نشاند و چه آسان تر میتوان لبخند را از آنان گرفت. کاش عده‌ای باور کنند که شادی و لبخند لازمه زندگی است و دنیا بدون شادی تحمل ناپذیر است. رمز آبادانی در گره خوردن همت‌های بلند و افکار نو است. ایرانی یعنی دستانی توانا و افکاری بلند، همت‌های استوار و اراده‌های خستگی ناپذیر. تاریخ این خاک گواه بسیار بر این حرف دارد. آنانی که دل در خدمت به این مردم دارند فقط باید صدها و موانع را بردارند. این اقیانوس اگر به تلاطم درآید، تاریخ یک بار دیگر ایران را بر تارک جهان خواهد، به این بار با اتکای به اسلام و قرآن. کدومشون مرد میدان هستن؟ پنج پنج. باید به جوانا برسن، خواسته های ملت عمل کنه. همه نوکرشم به رأی میدم، چرا ندم؟ مملکتمه. یه رفاه نسبیه که برای همه مهیا کنه. همه وضعیت اقتصاد که خیلی خرابه، یعنی روز به روز داره بدتر میشه. هر مملکتی با
جووناش رشد میکنه دیگه. برای جوونا شغل نیست و هم تصمیم نگرفت. البته باید بودش بر بیاد، نه اینه که میگه به اون وعده ها عمل بکنی. هیچ کاری نمیکنن در ما، هیچ که فکر هیچ کاری برای جوون هیچ کاری انجام نمیدن. ولی تعداد بلا تکلیف ها خیلی بیشتر از کساییه که شرکت میکنن. من شرکت میکنم ولی خب رأی مورد نظر خودم میدم، چون خرد جمعی معمولا اشتباه نمیکنه. رئیس جمهور اونی که قول میده باید انجام بده. من راجع به این چیزا اصلا صحبتی ندارم. مردم راحت باشن، فاصله طبقاتی رو کم کنه، حرفی که میزنه بتونه عمل کنه. هنوز تصمیم نگرفت. هر نمنه با هدیش اتم جلو بش منتمن الف یا بیل میریخ با مردمون درد نیتشن، روحیشون از دست دادن. فقط امنیتشو اینا میگن حد فقر 250 تومنه، پس چطور به یه بازنشسته 100 تومن میدی؟ کنکور رو بردارن، جوانان که آینده مملکت رو میسازن. به عهدش وفا کنه، کار باشه، زندگی باشه، مسکن باشه. حساب کتاب نداره مملکت ما، رک و راست قانون به درستی اجرا بشه تو مملکت ما. کیلو میوه در ماه نمیتونم واسه بچه‌هام بخرم. آخه چند سال وعده وعید ندارم، با این حقوقا زندگی نمیشه کرد. در فکر مردم، در فکر مستضعفا، در فکر ضعفا، یعنی برای ملت کار کنه. من به این شرط میام رأی بدم به رئیس جمهورم که بدونم پشت منه، ولی وقتی میام رأی میدم میبینم رفت واتف، فقط همون لحظه اول میگه من برای جوونا فلان میکنم، نه استخدام رو ور انداختن، بیمه رو جمع کردن، پیمانکاری راه انداختن تو مملکت. این کار به درد من نمیخوره، من آینده میخوام تو این مملکت. وقتی آینده ما نتونم تضمین کنم، تن به هر خاری و زفتی من میدم. آینده من باید تضمین بشه. وقتی نمیتونه تضمینش کنه، نیاد بشینه بگی من رئیس جمهور میشم. من رأی میدم که رئیس جمهورم پشتم باشه. چند سال جنگ و پشت سر اینا شعار میدم میتونیم، میکنیم، گردیم، میکنیم. ما الان میوه نمیخوریم. همه شعار میدم از مردم استفاده کنن تمام بشه. ما شهید دادیم آقا، الکی ما شهید دادیم آقا، ما شهید دادیم به خاطر شهدا هم که شده. ما این مملکت رو نگه می‌داریم، ما کاری نداریم آمریکا چی میگه، ما کاری با همه مبارزه می‌کنیم. فقط تو رو خدا فکر ما باشی، فقط فکر ما باشی، ما به ما کمک کنی، ما هم شما کنیم. شاید باور نکنیم. خدایا تو را گواه میگیرم که هیچگاه ملتی چنین صبور و همراه در تاریخ نبوده است. این مردم حق بسیاری دارند و بسیار حق دارند. خدایا اون چی که میگویند و اون چی که میخواهند حق است. خدایا کمک کن ما شرمنده چنین ملتی نشه. بر ما ببخش اگر نتوانیم دینمون را به این مردم ادا کنیم. تو میدانی که ما میخواهیم ادا کنیم. میگویند شیطان در شب زاد و ولد میکند. تاریکی ها همیشه آبستن حوادثند. دشمنان این سرزمین آرامش آن را نمی‌خواهند. چشمانی بیدار همیشه باید مراقب باشد. سیاستمداران به وقت غروب اشتباهات زیادی می کنند که تاوان اون را ملت ها باید بپردازند، تاوانی بسیار گران و سنگی. غرور ملتی را چه آسان می توان شکست اونگاه که مصلحت و خیر مردم خود را نبینی. بالاخره من رو هم قانع کردید. من تا لحظات بعد از ظهر عصر سه‌شنبه، بعد از ظهر سه‌شنبه هنوز حقیقتاً تردید داشتم. دوست دارم از آینده بنویسم. ترسیم آینده زیباتر است، ولی ما را از گذشته گریزی نیست. در هر قدم گذشته حرفی است برای گفتن،
و در هر قدم آینده هزار حرف. شب آرام آرام به پایان می رسد و روز دیگری برای ایران آغاز می شود، روز دیگری با هزاران امید، هزاران آرزو و هزاران چشم منتظر. وسوسه ها و تردید ها در ظلمت است، روز حجت آشکاری است. جان ما با آفتاب یقین گرم می شود، یقین به اسلام، یقین به ایران، یقین به